جیم کری بدون شک یکی از بهترین بازیگران کمدی تاریخ سینماست. او با نام جیمز یوجین کری به دنیا آمد. با بیکاری پدرش وضعیت خانواده نامساعد شد و وی مجبور شد بعد از مدرسه در یک کارخانه کار کند. به همین دلیل دبیرستان را رها کرد و پس از مدتی کارگری در 19 سالگی از تورنتو به لس آنجلس نقل مکان کرد. در اولین فیلم‌هایش هیچ نشانی از استعدادهای نمایشی خود بروز نداد و در سالهای بعد شاید مهمترین فیلم کارنامه‌اش پگی سو ازدواج کرد از فرانسیس فورد کاپولا باشد که نقش حاشیه‌ای را در آن بر عهده داشت. تا پایان سال 1992 جمعاً در 8 فیلم و چند مجموعه تلویزیونی ایفای نقش کرد و در بعضی از آنها با نام جیمز کری ظاهر شد. اما ایس ونچورا پایان این دوره از فعالیت‌هایش بود. در این فیلم شیدیاک، جیم کری هم یکی از 3 فیلم نام نویس بود و نقش نخست را نیز بر عهده داشت و برای هر دوی این کارها تنها 350,000 دلار دستمزد گرفت. در اینجا بود که برای نخستین بار قابلیت‌های فراوان کمدی‌اش را به نمایش گذاشت و همین سبب شد با دستمزد کمی بیشتر نقش اول فیلم ماسک را از آن خود کند. در سالهای پایانی دهه 1990 کری سعی فراوانی کرد تا تنها یک کمدین موفق در گیشه نباشد. پذیرفتن نقش ریدلر در بتمن برای همیشه که نه نقش اول بود و نه دستمزد بالایی داشت و بعد از پسر کابلی و عدم موفقیت هر دو او را ناامید نکرد و با بازی در نمایش ترومن و مرد روی ماه به آن هدف خود رسید. با بازی در فیلم خیره کننده درخشش ابدی یک ذهن پاک تجربه جدیدی را پشت سر گذاشت و نشان داد که در غیر کمدی نیز میتواند خوش بدرخشد. کری با 2 چهره متفاوت و حرکات مخصوص به خود در آسمان سینما ستاره‌ای محبوب است و همین 2 چهره باعث می‌شود وی بازیگر مطرحی در تاریخ سینما به شمار آید.